بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت تمام دوستان و عزیزانی که ما را از طریق شبکه Law Study یا درس حقوق تماشا میکنن امیدوار هستم که جور و صحتمند و سرحال باشین در هر گوشه و کنار دنیا که زندگی دارین و ما را از طریق شبکه درس حقوق تماشا میکنین و تعقیب میکنین امیدوار هستم که از جلسات گذشته که خدمت شما عزیزان قرار داشتیم و یک سلسله بیاناتی را در رابطه با مقدمه علم حقوق خدمت شما ارائه کردیم امیدوار هستم که از این بیانات ما چیزی را تانسته باشین استفاده کرده باشین و همچنان در دانش علم حقوقتان افزوده باشین خب دوستان عزیز همونطوری که شما عزیزان آگاه هستین ما در ادامه سلسله درس های گذشته خود ما امروز در قسمت جلسه ششم است مقدمه علم حقوق قرار داریم و موضوع امروزی که ما خدمت شما عزیزان عرض میکنیم موضوع قواعد حقوقی است و همچنان انواع حق هست که آرام آرام هر کدام از این واژه ها را بر شما عزیزان تعریف میکنم و امیدوار هستم که شما عزیزان بتوانین از تعاریفی را که بنده خدمت شما عرض میکنم یک چیز را یاد گرفته باشین و بیاموزین خب دوستان عزیز همونطوری که شما میدونین ما در دروس گذشته قواعد حقوقی را خواندیم که قواعد حقوقی چی بود و فعلا ما اهداف قواعد حقوقی را هم خواندیم مورد مطالعه قرار دادیم و امروز موضوع قواعد حقوقی را مورد بحث و بررسی قرار میدیم همونطوری که خود حقوق دارای یک موضوعی بود و دارای اهدافی بود و یک موضوع را دنبال میکرد بنابراین قواعد حقوقی نیز همانند خود علم حقوق دارای موضوع است و ما در این قسمت موضوع قواعد حقوقی را مورد بحث و بررسی قرار میدیم و ببینیم که موضوع قواعد حقوقی در اینجا چی هست خب عزیزان هدف اصلی هر نظام حقوقی تعیین حقوق انسان هاست یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که قاعده حقوقی یا نظام حقوقی در یک کشور یا در یک نظام مثلا از او جمله نظام حقوقی اسلام وقتی که تشکیل میشه و بزرگترین هدف از این تعیین حقوق انسان هاست یعنی چی؟ یعنی اینکه این نظام حقوقی برای تمام افرادی که در جامعه زندگی میکنه بیان میکنه که انسان ها دارای چنین حقوقی هست و دارای چنین امتیازات و سلطه هایی هست و همچنان حمایت از آن و فراهم کردن زمینه استعفای آن حقوق است یعنی اینکه همین نظام حقوقی بعد از اینکه تشکیل میشه و حقوق افراد را در برابر همدیگر تعیین میکنه و خود نظام حقوقی کوشش میکنه که حمایت بکنه از حقوق افراد وقتی که حمایت کرد از حقوق افراد زمینه سازی میکنه تا که بتونه تمام افراد از حقوق خود استفاده بکنه زمانی که یک شخص از حقوق خود استفاده کرده نتوانه در این قسمت نظام حقوقی ناکام تلقی میشه بنابراین نظام حقوقی موفق در هر نظامی که باشه یا در هر کشوری که باشه بهترین نظام و موفق‌ترین نظام نظام حقوقی است که بتونه از حقوق افراد خود حمایت بکنه و زمینه سازی بکنه تا که افراد اون جامعه بتونه از این حقوق استفاده بکنه بنابراین مهمترین و بزرگترین موضوع قواعد حقوقی حق است همونطوری که ما و شما در جلسه دوم از مقدمه علم حقوق خواندیم که حقوق جمع حق بود بنابراین موضوع اساسی قواعد حقوقی ما حق است اگرچه حق ما میتونیم یکی از موضوعات حقوقی یادآوری کنیم بنابراین ما نیازمند تعریف حق هستیم که حق به چند نوع است و اصل تعریف از چی است آیا تفاوت میان این تعریفی که ما در جلسه ششم میکنیم و جلسه دومی که کردیم تفاوت میان از اینا وجود داره یا خیر ایره ما و شما در ادامه مورد بحث قرار میدیم خب حق توانایی و سلطه یعنی امتیاز آزادی و مسئولیتی است نسبت به خود یا دیگری و یا یک شی یعنی خود شی منفعت شی یا و همچنان انتفاع از شی که نظام حقوقی برای کسی به رسمیت میشناسه یعنی خود نظام حقوقی کوشش میکنه که اینمی توانایی و سلطه را نسبت به خود شخص و یا شخصی دیگری و یا همچنان شیعی که مورد استفاده قرار میگیره
که خود از زیر نظام حقوقی به رسمیت میشناسه یا به خود افراد عطا میکنه یا تقدیم میکنه و همچنان نظام حقوقی کوشش میکنه که اینمی دیگر افراد در مقابل حقوق فردی یک شخص مکلف بسازد تا که این شخص احترام به حقوق دیگران بکنه و همچنان دولت وامی دارد تا که از حقوق افراد جامعه چی باید بکنه؟ حمایت بکنه، یعنی ضمانت اجرای ازیرا مورد بحث و بررسی قرار بده و به عهده خود بگیره. خب این تعریف ما دارای تحلیل است، ما باید تعریف خود تحلیل کنیم، بررسی کنیم، ببینیم که این واژه هایی که ما در تعریف با کار بردیم چی معانی را افاده میکنه. خب اولین تحلیلی را که ما مد نظر گرفتیم حق است. حق نوعی توانایی، سلطه، اقتدار و اختیار است. خب خود حق وقتی که توانایی است، سلطه است و اقتدار است و یا همچنان اختیار است، آیا این اختیار در تمام جامعه بشری مورد کاربرد قرار می گیرد یا نه در یک جغرافیای خاصی، و یا این که نه در یک محدوده خاصی مثل دانشگاه، مثلا مثل خانه، مثل مثلا مکاتب، یا مثل مثلا مکانی که شخص ایفای وظیفه میکنه. بنابراین این نوعیت حق و امتیاز و سلطه را ما مورد بحث و بررسی قرار میدیم که این چی است. و دومین واژه ازی گفتن این توانایی حسب مورد چند تفاوت کلی دار. اولین تفاوت ازی امتیاز، یعنی توانایی ویژه، مثل سلطه مالک بر مال خودش. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که برای یک بنده حقیر یا فقیر مثل ما یک امتیازی از طرف دولت یا از طرف حکومت و یا از طرف نظام حقوقی داده شده، این امتیاز و یا سلطه مثل عزیز که من حق مالکیت ملک خودم دارم، یعنی این کامپیوتر مال خودم هست و من سلطه و قدرت و توانایی استفاده از این کامپیوتر را دارم. بنابراین اولین ویژگی ازی همین امتیاز است. دومین ویژگی ازی آزادی، مثل آزادی بیان، اجرای مراسم مذهبی و یا اجرای سایر مراسمی که در جامعه امروزی مثل عروسی و ختم قرآن و مثلا برنامه های محفلی و مثلا برنامه های سالگیری و غیره که برگزار میشه، اینها یک نوع آزادی است و همچنان این آزادی در کنار آزادی بیان قرار دارد. یعنی هر شخصی میتونه عقیده خود، ایده خود و تفکر خود و اندیشه خود در مقابل دولت و در مقابل تمام نظام حقوقی و حتی در مقابل جامعه بین الملل یا در تمام کشورهای جهان به صورت آزادانه مطرح بکنه. چی این ایده ازی و یا اختیار و این تفکر ازی دارای عیب باشه و یا نقضی باشه و یا دارای مثلا مزایایی باشه، یعنی مفید واقع شود، بنابراین این مفیدیت و یا این مضریتی که در قسمت تفکر یک انسان داره، ای متوجه آزادی بیان شخص میشه که این آزادی بیان برای انسان داده شده. خب مسئولیت، مثل مسئولیت جان، مسئولیت مال، یعنی چی؟ یعنی انسان حق داره که مسئول بمونه، هم از دیدگاه جانی و هم از دیدگاه مالی. دولت مکلف است زمانی که قواعد حقوقی را در یک کشور تنظیم میکنه، مکلف است از حقوق اتباع خود دفاع بکنه. نظیر این حقوق حق حیات است، یعنی حق زندگی افراد است. یعنی زمانی که زندگی یک شخص در یک جامعه مورد مسئولیت قرار نداشته باشه، اون نظام حقوقی ناکار است و اون نظام حقوقی ناکام است. بنابراین دولت مکلف است تا بعد از اجرای قواعد حقوقی باید ضمانت بکنه و ضمانت اجرای این قواعد حقوقی را داشته باشه و همچنان مسئولیت افراد و امنیت در یک جامعه برقرار بکنه تا که بتونه افراد جامعه به آرامی و در امان زندگی بکنه. و همچنان مال ازی زمانی که یک شخص در حراس مال خود از دست رباینده های مثل دزدان و یا سارقین در امان نباشه، بنابراین باز هم این نظام حقوقی ناکار است. بنابراین نظام حقوقی بهترین نظام حقوقی است که بتوانه از مسئولیت جان و از مسئولیت مال افراد چیکار بکنه؟ این حمایت بکنه. خب سومین موضوع این توانایی یا متعلق حق
که این تفاوت داره. چیگونه تفاوت داره؟ یکی خود شخص و متعلقات او، مثل حق حیات فرد، حق تحصیل فرد، حق کار فرد. یعنی زمانی که قواعد حقوقی در یک جامعه تشکیل میشه، باید که یک نفر حق حیات داشته باشه، یعنی زندگی بکنه، زندگی بتونه در یک جامعه، چون زندگی موهبت الهی است. همون طوری که قانون اساسی افغانستان میگه هیچ شخصی نمیتونه بدون امر قانون و بدون عذر معجهی که در قانون امر شده به آن جان کسی دیگه را بگیره. بنابراین هر کس حق داره که در جامعه زندگی بکنه. هیچ کسی نمیتونه که از حق حیات محروم شود، چون حق حیات حق خدادادی است و حق طبیعی و ذاتی انسان است. و همچنان حق تحصیل، حق تحصیلی که نظام حقوقی برای افراد جامعه داده، برای انسان ها، انسان ها میتونه که در هر مقطعی که اینها، تا هر مقطعی که اینها میخواین بخونن و اینها میخواین که با تحصیل خود ادامه بدن، اینا را دولت مکلف است که این حقوق برای از اینا تقدیم بکنه، تا که اینا بتونن از حقوق تحصیلی خود استفاده بکنن. و همچنان حق کار است. خب کار، زمانی که یک انسان در یک جامعه زندگی میکنه، نیازمند یک سلسله کارهاست، نیازمند یک سلسله وظایف و شغل است. بنابراین اگر فردی دارای شغل در یک جامعه نباشه، نمیتونه زندگی اقتصادی روزمره خود بچلانه. بنابراین باید فرد مکلف است و باید وظیفه در مقابل افراد داشته باشه، یعنی این وظیفه را اجرا بکنه و در مقابل از یک سلسله امتیازاتی که ما در جلسه دوم ارائه کردیم، یک سلسله حقوقی برای زی داده شده که این بتونه از طریق نظمی کارکردها و یا شغل خود و یا همین وظیفه ای که اجرا میکنه، بتونه که به زندگی خود ادامه بده و امرار معاش بکنه. خب ویژگی بعدی، شخصی دیگری مثل کارفرما و کارگر است. یک سلسله حقی است که کارگر برای کارفرما داره و برعکس، یک سلسله حقوقی است که کارگر برای کارفرما داره و کارفرما برای کارگر داره. و یا همچنان یک سلسله حقوقی است که فرزند بالای پدر و مادر داره و نیز برعکس، یک سلسله حقوقی است که والدین یعنی پدر و مادر بالای فرزند داره، که باید این حقوق یک سلسله که باید این حقوق مورد حمایت قرار بگیره. و همچنان این حقوق موضوع قواعد حقوقی در جامعه امروزی است. خب بحث بعدی، خود شی مثل حق مالکیت از زمینش. یعنی چی؟ یعنی این که من یک زمینی دارم حدود یک جریب، این یک جریب زمین من حق مالکیت برای این زمین خود دارم، یعنی من میتونم که از زمین خود هر گونه استفاده بکنم. یعنی این استفاده من میتونه زراعتی باشه، میتونه مثلا اعماری باشه و یا میتونه که به صورت گوناگون دیگه مثلا تجارتی باشه و یا آبیاری باشه و سایر استفاده هایی که من میتونم از این بکنم. یعنی میتونه مثلا مستاجر درباره منفعت عین اجاره، فرض میکنیم یک فرد خانه ای را اجاره کرده و میتونه در قبال اجاره ای که این میپردازه از خود خانه استفاده بکنه. خب چهارمین از این، رسمیت یافتن یا ایجاد شدن توسط نظام حقوقی. یعنی زمانی که این حق ما برای افراد جامعه از طرف نظام حقوقی دادیم، این باید نظام حقوقی به رسمیت بشناسه و همچنان شناسایی حقوق بدیهی و طبیعی متقابل. یعنی ما بدانیم که اینی فردی که در مقابل ما قرار داره، این دارای کدام نوع حقوق طبیعی است، این دارای کدام نوع حقوق بدیهی است. یعنی مثل از این که معلم در مقابل شاگرد خود یک سلسله حقوقی داره و همچنان برعکس، حقوق در مقابل شاگرد در مقابل معلم خود یک سلسله حقوقی داره، مثل حقوق خریدار و فروشنده و همچنان بایه و مشتری همچنین حقوقی هست. خب پنجم، احترام و رعایت دیگران و حمایت دولت. یعنی دیگرین، افراد دیگری که در جامعه قرار داده، اینا مکلفن تا که به حقوق افراد چی بکنن؟ احترام بکنن. یعنی افراد متقابلن مکلفن برای رعایت حقوق و همدیگر، و نیز دولت مکلف است تا که بتونه از این حقوق حمایت بکنه. خب توانایی یا سلطه ای که حق شمرده میشه که نظام حقوقی مردم و افراد جامعه را مکلف ساخته به احترام از این، و همچنان دولت واداشته تا که از این حمایت بکنه. این بود موضوع حق. خب
عنوان بعدی ما انواع حق است. ما چند نوع حق داریم در یک جامعه؟ حق به دو نوع است. یکی حق به اعتبار دارنده حق است، یعنی کسی که حق دارد به چند نوع تقسیم میشه، و همچنان حق به اعتبار موضوع حق، یعنی موضوع حق چی بوده میتونه. خب بنابراین اولین حقی که به اعتبار دارنده حق است به چند نوع تقسیم شده ما میخوایم. حق فردی مثل حق فروشنده، حق خریدار. زمانی که یک فرد میره وارد یک دکان میشه تا که یک جنس را بخره، اینمی شخص حق داره که هر گونه جنسی که در دکان است مورد پسندش قرار بده. در مقابل حق فروشنده، فروشنده حق داره که در مقابل جنسی را که برای خریدار میفروشه پولی به دست بیاره. این حق حق فردی گفته میشه که این حق به مصالح افراد جامعه به وجود آمده، یعنی مصلحت های فردی جامعه را مد نظر گرفته، یعنی تمام افراد جامعه مکلف است که از این حق پیروی بکنه. دیگر حق اجتماعی است برای مصالح عمومی جامعه، یعنی یک سلسله حقوقی است که مصلحت های افراد جامعه را به صورت عام مورد بحث و بررسی قرار میده، مثل حق دولت از گرفتن مالیات، یعنی این که دولت حق داره تا که از افراد جامعه مالیات بگیره. بنابراین وقتی که این حق دولت هست در مقابل چی میکنه؟ در مقابل خدماتی را برای مردم خود ارائه میکنه، مثل آب، مثل برق، مثل امنیت، مثل سرک، مثل پارک‌های تفریحی، مثل سایر مثلا وظایف و شغل‌هایی که برای افراد جامعه داده میشن. این از خدماتی است که برعکس برای تمام افراد جامعه، یعنی به صورت عام برای مصالح جامعه استفاده میشه. بعدش حق مشترک است، یعنی همزمان مصالح فردی و اجتماعی را در نظر میگیره. مثلا حق دولت برای مجازات کردن مجرم است، یعنی اینکه زمانی که یک فرض میکنیم یک سارق میخواد که مال فردی را بربایه، دولت این فرد سارق را مجازات میکنه. وقتی که این فرد سارق را مجازات کرد به این معنی که هم سارق مورد مجازات قرار میگیره و سایر افراد جامعه از شر چنین افرادی مسئول میباشه، و همچنان مالی که ربوده شده دوباره برای فرد تعلق میگیره. یعنی این دو مزایا داشت، یکی مزایای فردی که دوباره مسترد میشه یا جبران خسارت صورت میگیره، و دوم این که مصالح جامعه را مد نظر میگیره. یعنی وقتی که یک سارق مالی از یک مکانی ربوده، بنابراین جامعه را مختل ساخته. وقتی که جامعه را مختل ساخته با مجازات از این از طرف دولت، جامعه به نظم و امن دوباره برمه، و این که جامعه بر مسئولیت بعدی بالای دولت یعنی اعتماد میکنه، یعنی جامعه بالای دولت اعتماد میکنه که دولت میتونه از حقوق و مصالح این افراد یا کل جامعه دفاع کنه. خب در مقابل گفتیم حق به اعتبار موضوع است، یعنی حق سیاسی است و حق مدنی است. حق سیاسی یعنی حق انتخاب شدن، یعنی زمانی که یک فرد حق سیاسی داره بدین معنی که این فرد میتونه خودش در انتخابات کاندید بکنه، یعنی از طرف مردم انتخاب شده من حیث زعیم، و همچنان انتخاب بکنه، یعنی حق سیاسیش است که من یک فردی را من حیث زعیم خودم انتخاب میکنم یا من حیث وکیل خودم انتخاب میکنم. خب حق مدنی صرف برای انسان به خاطر انسان بودنش وضع شده. مثل چی؟ مثل حق مربوط به شخصیت، مثل حق خانوادگی، مثل مثلا حق مالی. خب یک موضوع آخرم هست خدمت شما عزیزان عرض میکنم و شما را به خداوند یکتا و بی‌نیاز میسپارم، و او هم منابع حقوق است. منابع حقوق من صرف نام میگیرم، شما عزیزان خودتان میتونید در رابطه با موضوعات فوق تحقیقی را انجام بدین، پژوهش بکنین و مطالعه بکنین تا که بتونین یک چیزی را بیاموزین. خب منابع حقوق چهار منبع داره. اولین منبعش قانون است، یعنی زمانی که قانون در یک کشور حاکم میشه یکی از منابع قواعد حقوقی و خود حقوق و یا نظام حقوقی قانون است. باید قانون وجود داشته باشه که از روی قانون بتونه قواعد حقوقی رو تشکیل بده. بعدش عرف است، عرف عادت و یا یک سلسله از اعمال گذشته هایی است که آهسته آهسته به عرف تبدیل شده، و این میتونه یکی از
منابع حقوق باشه و همچنان رویه قضایی. آرا و نظریات قضات است در رابطه به یک موضوع خاصی که اینها با هم مرتبط شدند و اینها با هم اتفاق نظر داشتند که این را به نام رویه قضایی یاد میکنند و میتونه که یکی از منابع حقوق برای حقوق باشد. خب آخرین از اینا دکترین و اصول کلی حقوق است. یک سلسله نظریات و نظریات و اندیشه های دانشمندان علم حقوق هست که این نظریات و نکات و اندیشه ها میتونه باعث با وجود آمدن قواعد حقوقی شود و این میتونه یکی از منابع علم حقوق به حساب بیاد. خب دوستان عزیز، جلسه ما امروز به اینجا به پایان میرسه. امیدوار هستم که از درس امروز چیز را فهمیده باشین و شما را تا جلسه هفتم اگر زندگی بود به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. شاد و موفق باشید.